خب امروز یه دونه تریمرسومیس اینسولاریس داریم اینجا، این زرد رنگه که غذا نخورده از موقعی که اومده. حالا ما اینو میخوایم امروز اسیست فیدش کنیم. چی نیاز داریم؟ فورس فید ندیدیم، اسیست فید فرق داره. آره. با فورس فید ببینید، ما اینجا از یه دونه اسکاچ برایت استفاده میکنیم. حتما باید برایت باشه، درست؟ اگه برایت نباشه اصلا نمیشه، غذا نمیخوره. خب اینجا یه دونه پینکی داریم که توی آب خیسش کردیم، توی آب گرم. میتونید از لامپ حرارتی هم استفاده کنیم. اینو اینجوری برمیداریم، تکونش میدیم که آبش بره. ولی اسپانج رو یواش میذاریم روی سر مارمون که اذیت هم نشه، چون خیلی سخته. تعمل اینو تحریکش میکنیم که دهنشو باز کنه. بیا دهنتو باز کن دیگه بچه، بهورش تو میتونی. بابا جان آه این اصلا اذیت کردن مار نیست بچه ها. بعضی موقعا برای اینکه کمک کنیم که به این موجودا بتونن توی این حالت این انوایرمنت زندگی بکنن، مجبور آدم که این کار رو براشون انجام بده. بایت نمی کنه. من نمیتونم چیزه رو بگیرمش. همین نگرش دارم. نه اوکی. خب باز کن دهنتو. باز کن بابایی. باز کن قیجو بخون. همین داره قطاره داره میاد. باز کن باز کن. خیلی کار با صبر و حوصله یه. دقیقا. باید خیلی حوصله داشته باشید. و مواظب هم باید باشین، خصوصا وقتی که داریم به اسیست فید. آها گرفت. دقیقا. خب نه دوباره، خصوصا که داریم اسیست فید میکنیم برای مارای سمنه. چون از همه چون مهمتر دست خودتون هم هست. ولکس نه دوی ندارم. دوباره باز کن، باز کن بابایی. نمیخوام، نمیخوام بابا. باز کن بابا دهنش. نمیخوام. باز کن. دوست نداری. بعد آروم فشار روی اونم کم میکنین دیگه، مجبور میشه که بخوره. همونجوری که میبینین آروم داره کازم فشار اون بالای سر کم میکنه که بتونه راحت اونو بخوره. حالا این آروم آروم اینو انجام میده و بعد مواظب باشین که ریگرگیتیت نکنه. خب آفرین بابا، بخورش پس ننداز، بخورش. این خیلی دیهایدریت شده بوده. آره تو سفر که میانینا. بس من یه ذره دیگه کمکش کنم. آره یه خوبه دیگه حالش بدم تو یه ذره دیگه. آها خب دومشو بیاریم بالا. خوبه خوبه خوبه. خواهد بالا بیاره، برای این باید یه خون دیگه کمکش کنم. یه ذره دیگه باید بره داخل. خیلی کار آه خب بست بست الان دیگه شروع میکنه به دادن. خب این دوست هم میپرسه که همین الان باید یکی دیگه بهش بدیم. من میگم نه، اجازه بده بهش اینو بره پایین از گلویش، بعد فرد دوره. این اسیست فید کردن باید حواستون باشه، چون این مار الان خیلی ضعیفه. الان اگه بخوای یه دونه دیگه بهش بدی ممکنه خیلی هوب سنگین بشه و بالا بیاد. اینو یه بار دیگه فردا بهش یه دونه دیگه پینکی کوچولو میدی که بخوره و
بشه دکتر مهندس. بخور اگه تو بابایی بخور قربونش کنم. یعنی عمو اومد نجاتت بده، داشتی داشتی دیگه قحطی میومدی. آره underweight وزنش پایینه. کاظم جان شما آدم بسیار دوست داشتنی هستی. با تشکر از اسکاچ برایت. بچه ها اسپانسر این برنامه، اسپانسر برنامه اسکاچ برایت. الان بچه ها با هم فکر میکنه اسکاچ برایت اسپانسرمون کرده. نه با اسپانسر چیه؟ پولشو داریم. این هم تموم کرد داره به من الان نگاه میکنه میگه شما غلط کردیم منو اسیست فیت کردیم. خب اینو بچه هم موقع که اسیست فیت میکنید باید به حال خودش بذارید، تکونش ندید تا یه رو بیست دقیقه اینجا واسه خودش بمونه، چون اگه بهش استرس وارد کنید ممکنه غذا رو بالا بیاره. صبر میکنیم یه بیست دقیقه یه رو اینجا مواظبش هستیم، بعد از یه رو بیست دقیقه خیلی آروم برش میداریم و میذاریمش توی انکلوزرش دوباره یه خودم رطوبتش رو ببریم بالا که خب رنگش هم اگه داریم زردی که باید باشه نیست. آره زردی که باید باشه نیست. اب نداره بابایی خوب میشه. این کلوس هفت میرونه زردی چقدر خوشیه لگه سیانگه بود موشه داره توی پینکیه داره میره پایین هستی دقیقا اینجا رو میبینیم اینجا همون پینکیه داره قشنگ میره پایین. مرسی کاظم جان نجات داری ایستمونو.